سلام دارم خدمت شما بینندگان گرامی برنامه چشم‌انداز. به برنامه این هفته خوش آمدید. همونطور که اگه برنامه های قبلی برنامه چشم‌انداز رو تعقیب کرده باشیم، ما سر مسئله آلترناتیو سوسیالیستی با رفقایی که شخصا در خود کنفرانس 22 سپتامبر حضور داشتن و رفقایی که سخنران بودن یا شرکت کننده بودن مصاحبه های متعددی در این رابطه کردیم که آلترناتیو سوسیالیستی یه ضرورت واقعی است در این شرایط. این بحث رو در برنامه های قبلی باز کردیم. در ادامه این بحث ها اما با نوعی متفاوت، این که ما چه باید بکنیم برای این آلترناتیوی که روش صحبت کردیم، یه میزه گردی ترتیب دادیم با شرکت رفقا فاتح شیخ از طرف حزب کمونیست کارگری حکمتی است و رفیق حسن حسام که ایشونو از طرف سکایپ با خودمون داریم و همچنین رفیق عادل الیاسی از طرف حزب کمونیست ایران. رفقا خیلی ممنون که دعوت منو قبول کردید. جامعه وقتی طبقاتی و سرمایه داری، معنیش اینه بخش‌های مختلف بورژوازی، چه اونایی که در حاکمیت هستن، رژیم اسلامی سرمایه، و چه اونایی که در حتی در اپوزیسیون هستن ولی متعلقن به جنبش‌های بورژوایی، همه به اشکال مختلف تلاش میکنن وضع موجود رو نگه دارن. اون چیزی که باعث میشه آلترناتیو سوسیالیستی موفق بشه اینه که طبقه دیگه هم در جامعه وجود داره، طبقه کارگر، و علاوه بر طبقه کارگر توده های وسیعی از محرومان جامعه هستن که بلافاصله احتیاج دارن به اینکه این وضعیت عوض بشه، و اگه عوض بشه معنیش اینه از بیخ و از بنیاد عوض بشه، یعنی نظام کار مزدی، بردگی مزدی، مالکیت خصوصی وسایل تولید و این استثمار و استبداد سیاسی که الان هست همه با هم از بین بره، و این به معنی اینه که سوسیالیسم برقرار بشه. اینجا من یه چیزی رو اضافه میکنم، اونم اینه که در بین جوامع سرمایه‌داری که امروز وجود داره به صورت کشورهای مختلف یا جوامع مختلف میشه تشخیص داد، و این البته نظر شخصی منم هست، که الان ایران به عنوان یک اقتصاد سرمایه داری شاید بتونم بگم ضعیفترین حلقه سرمایه داری جهانیه، یا اگه اینم قبول نداشته باشیم یکی از ضعیفترین حلقه های سرمایه داری جهانه. بنابراین بله، به چه شکل شما اینو تحلیل میکنی؟ یکی از ضعیف‌ترینه. ببینید، حالا منظورم اینه که شاید من اصرار نکنم، که اصرار نداشته باشم بگم این ضعیف‌ترینه. شاید وجود داشته باشه جامعه دیگری هم در کره زمین که از اقتصاد ایران ضعیف‌تر باشه، من روی این مسئله اصرار ندارم، ولی اقتصاد ایران با این رژیم اسلامی سرمایه که 40 سال اونجا همه چیز رو خراب کرده، از محیط زیست تا زندگی انسان‌ها، در این حال بخش به هم پیوسته با اقتصاد سرمایه‌داری جهانی نیست، یه نوعی پیوند ارگانیک نداره با بقیه سرمایه‌داری جهانی، و نتونسته، این رژیم مانع بوده سر این مسئله. یعنی اقتصاد ایران اگر دچار تناقضات مهلکه، این تناقضات بنیادش فقط اقتصادی نیست بلکه سیاسی هم هست، یعنی این رژیم باعث شده تناقضاتی که این رژیم برای خود نظام سرمایه‌داری جمهوری اسلامی ایجاد کرده باعث شده که سرمایه‌داری ایران یکی از ضعیف‌ترین حلقه‌های سرمایه‌داری دنیا است. در نتیجه امکان پذیری پیروزی سوسیالیسم در همچین جامعه‌ای بیشتر از جامعه دیگره، یعنی قابل دسترس‌تره، فوری‌تره. و خب امسال که یعنی از دیماه سال گذشته تا حالا مرتباً جنبش‌های اعتراضی، جنبش‌های اعتصابی، اعتصاب کارگران
معلمان، بازنشستگان، همه اینها نشون میده که جامعه از عمق جامعه غلیانی به وجود اومده که میخواد این نظامی رو که روی سرش تحمیل شده این نظام رو عوض کنه. یعنی فقط بنا به خواست من و شما و کمونیست ها نیست، بلکه نیاز جامعه و نیاز جنبش های طبقات محروم جامعه هم این رو میخواد. حالا در ادامه مصاحبه، در ادامه میزگرد اگه مجال باشه میتونیم بریم سر این که به چه اشکال کنکرتی میشه سرمایه داری رو، یعنی دست سرمایه رو از زندگی مردم در جامعه ایران و در تحولات آتی جامعه ایران، دست سرمایه رو از زندگی مردم، از زندگی انسانها کوتاه کرد و به این ترتیب در واقع از امروز تا برچیدن سرمایه رو میتونیم اگه مجال باشه در میزگرد امروز بررسی کنیم. ممنون. رفیق حسن حسام، امیدوارم که صحبتهای رفیق فاتح شنیده باشید. به هر حال رفیق فاتح مقداری در رابطه با وضعیت فعلی ایران صحبت کرد، در مورد اینکه وضعیت اقتصادی چقدر تأثیر داره، وضعیت سیاسی که مردم توش هستن. من اینجا سوالمو در ادامه بحث ایشون به این شکل ادامه میدم که شما فکر میکنید پایه‌ترین پیشرفت سیاسی اینکه بتونیم یه انقلاب سوسیالیستی در ایران پیاده کنیم، به نظر شما کدوم مسائل اساسی هستن؟ متشکرم. پرسش خیلی خیلی کلیدی است و البته پرسشی است که واقعا در یک میزگرد یک ساعته مبانی تئوریکش رو نمیشه باز کرد، برای اینکه این حوزه فقط در حوزه بحث تبلیغی ساده خلاصه نمیشه. اما من سعی میکنم به فشرده ترین کلام ایدم رو بگم تا رفقای عزیز حاضر در میزگرد هم به مداخله کنند توش. ببینید، سوسیالیسم نظامی است که امکان نداره پایدار بمانه، اول تحقق پیدا کنه، دوم پایدار بمانه، اگر که اکثریت عظیم برای در رابطه با او به آگاهی نسبی نرسند و درش مداخله فعال، آگاهانه و خلاق نداشته باشند. سوسیالیسم از طریق عده‌ای از پیشتازان کمشمار کارگران امکان تحقق نداره، بلکه تلاش برای خودسازماندهی کارگران که طیف عظیم و وسیعی رو در جامعه ما مشهور ایران به ویژه، البته در همه جوامع سرمایه‌داری تشکیل میدن، نه فقط در مراکز تولید صنعتی، بلکه فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و و و با وسیع بعد طیف بندی های زنان، ملت های ساکن ایران و یعنی یک مجموعه ای از نیروهای اجتماعی رو داشت که بده که اینا متحدین طبیعی طبقه کارگر باز به اون معنای وسیع هستند، اگر این طبقه به این نیروها بتوانند از طبقه در خود به طبقه بر خود در واقع تحول پیدا کنند. مسئله اساسی اینه که این نیروی عظیم در کشور 80 میلیون ما مثل همه مزد و حقوق میگیران و کارگران و استثمار شدگان همه دول امپریالیستی بی وقفه زیر آوار ایدئولوژیک، سیاسی و فرهنگی و حتی برنامه های تفریحی نظام های اهداف سرمایه‌داری هستند در واقع. یعنی لزوماً تا ما بگیم طبقه کارگر بلافاصله ازش نمیتونیم استنتاج کنیم که اون کمونیسته، اون خوان لغو کارمزدیست، اینا نه. مبارزات اتحادیه‌ای، سندیکایی کمک میکنه، مثلا برای افزایش دستمزد و غیره کمک میکنه که به مرور در یک روندی طبقه کارگر کانون استثمارش رو تشخیص بده که این لزوماً مستقیماً کارفرمای بلاواسطه‌اش نیست، بلکه کلیت نظامه که همچه بستر استثماری رو باز تولید میکنه و دستگاه نظامی، قضایی و امنیتیش
حفاظت میکنند در مسیر انباش سرمایه فلان به کارخانه دار یا بخش های مختلف دولتی در مجموع این نظام است. خب تا رساندن اکثریت از این به مسابقه نیروی آگاه نسبت سرنوشت و وضعیتشون امریز که احزاب چپ و کمونیست، سازمان های ترقی خواه، نیروهای پیشتاز درون طبقه کارگر، فعالان پیشروی طبقه کارگر باید در این مسیر تلاش کنند. سوسیالیسم با سوت بلبلی وجود نمیاد. سوسیالیسم با تعمیق و تکثیر آگاهی به میان اکثریت عظیم مزدوق بگیران به زحمت کشان و در رأسشون طبقه کارگر بستر مادیت داره و شکل میگیره. از شما مثلا ببینید که شما یعنی با اشکال مبارزات اتحادیه‌ای از نوع سندیکا و اینا لزوماً طبقه کارگر بلافاصله به موقعیت طبقاتیش به اینکه در ارزش اضافه تولید میکنه یه جا دیگر باش باش میشه لزوماً نمیرسه. با تأکید برای که به طور فشرده گفتم که ترشحات و سمومات تبلیغات ایدئولوژی که نظامات بورژوایی در نحوه فکر کردنش و دشمن شناسیش هم تأثیر منفی دارد. بنابراین بدون ایجاد یک پلتفرم سازمان یافته، یک پروژه سازمان یافته، پروژه متشکل که بتونه معرفی کنه خودشو در مقابل پروژه هایی که با امکانات وسیع برای در واقع به کجراه بردن طبقه کارگر و متحدین عظیمش تلاش میکنند، بدون این امکان پذیر نیست که ما بستر ساده‌ای برای سوسیالیسم. من در اون کنفرانس هم عرض کردم من طرفدار سوسیالیسم قرن بیستم نیستم، طرفدار سوسیالیسمی هستم دموکراتیک. به این معنا اگر قرار آگاهی طبقاتی در سطح اکثریت عظیم که متحدین طبیعی طبقه کارگر هستند گسترش باشه، ابایی از این که ما در واقع نظام رو به پرسش مردم بگذاریم وجود نداره. این حرف من هم بی‌معنی نیست که اگر در مثلا قدرت این انقلاب اجتماعی صورت گرفت برای در هم شکستن ماشین دورتی سرمایه‌داری و ایجاد نهادهای خودگردان و سازمانده طبقه کارگر متحدش تعلل کنیم، به هیچ وجه. در کنار این وحشتی هم از این که ما از همه شهروندان پرسش کنیم و رأی بر حق رأی عمومی را به رسمیت بپذیریم حتی برای شکل نظام در تناقض نیست و دچار نگرانی نیست. چرا؟ برای اینکه ما به یک نقطه‌ای رسیده از جامعه که به طبقه برخود با آگاه رو در روی نظام سرمایه‌داری قرار میگیره و از آن طریقه که به یک انقلاب و اجتماعی و عبور از سرمایه‌داری به باورش تبدیل شده، به باور این عکس تعظیم، نه به باور من کمونیست یا رفقای حاضر در این میز گرد مثلا. خب این بستر اولیه است. این بستر منطق درونی در واقع پایه‌های شکل‌گیری یک انقلاب بزرگ اجتماعی است که گذار به سوسیالیسم رو ممکن می‌کنه. رفیق فاتح درست گفتن در این حوزه، مطمئن اون ضعیف‌ترین حلقه را اگر اجازه بدن برمی‌دارم، بلکه میگم ما با یک دولت حکومت سرمایه‌داری نامتعارف در ایران روبرویم. این یک وضع ویژه میده، البته دیگران هم هستن ولی این به طوری روی ایران داره برمزیریم. ما با یک حکومت نامتعارف هستیم، حکومت سرمایه‌داری متکی به یک ایدئولوژی ارتجاعی که اسمش هست اسلام عزیز. بنابراین پیچیده و ضمناً هم بخش بزرگی از همین نیروی کار زحمت آلوده به سمومات این ایدئولوژی هستن که این ایدئولوژی زدائی هم یک بخشی از فعالیت آگاهگرانه است که از طبقه از طبقه در خود به طبقه بر خود در واقع در بیاره. یعنی در من فکر نمی کنم که تحقق این امر ساده‌ای باشه، ولی چاره ناپذیره. همچنان که در کنفرانس ما با تیتر بزرگ آورده شده، هم ضروری است هم ممکنه
چار ناپذیر طبقه کارگر ایران، طبقه کارگرم باز دارم عرض میکنم، من با یک طیف وسیع عظیم صحبت دارم میکنم، با متحدینش از دید من اکثریت عظیم جمعیت 80 میلیونی ایران رو تشکیل میده. منظورم 1 میلیون 2 میلیون نیست. یعنی شما وقتی من میگم طبقه کارگر و متحدینش از طبقه کارگران صنعتی، معلمان، پرستاران، متحدینش و اونا اون بخش از زنان که در این حوزه ها نیستن، زنان که در واقع زیر بار ستم جنسیتی دارن له میشن، از کن ملت های ساکن ایران که از حقوق زبان مادریشون هم حتی محرومن، بگیرید تا دانشجویان، روشن فکران و من این قطب بزرگ، این افق بزرگ رو نیروی میدونم که میتوانه و ظرفیت داره که علی رغم با سرنگونی از پایین جمهوری اسلامی از سرمایه‌داری عبور کنه و گذار به سوسیالیسم رو ممکن کنه. از این زاویه در ایران راه حل دیگری وجود نداره. شما از این دولت عمامه‌دار بردارید، نوه رضاخان میرپنج رو بذارید، یا مجاهدین دست نشانده ترامپ و داردستش بذارید، یا سوسیال دموکرات ها، یا لیبرال ها، یا همه اونا که با جمهوری های رنگ برنگ به میدانند، این نقطه کلیدی که استثمار رو از بزدایند، آزاد کنن نیروی انسانی رو در همه حوزه ها ناممکنه. بنابراین سرنوشت محتوم این جنبش ما فراروییدن از نظام سرمایه‌داری و گذار به سوسیالیسم، این یک امری هم محتومه و هم ضروری است. همجور که رفیق فاتح عزیزم هم در نقطه های زمان که نداشت کوتاه گفت، منم ولی باید سریع کوتاه کنم، گفتند فشار دوگانه ای که به اکثریت مردمان ایران و طبقه کارگر ایران میاد، آزاد شدنش ناممکنه. من اون تو اون سفرانی یک مثال زدم، میخوام بایزش اون مثال تکرار کنم. از برشت، برشت خطاب به بورژواها و لیبرال ها، برتولت برشت شاعر بزرگ نماشتاوز بزرگ آلمانی را عرض میکنم و ضد فاشیست رو، که این دیگه که شما خطاب بگم گیرم شما آزادی سندیکاها و احزاب کارگری را آزاد کردید، بسیار خوب، حق بیان و تشکل بینا دادید، بسیار خوب. اما اگه اینها بخوان همه کارخان رو باون صاحبان باقیش بگن، شما در مقابلش چی میکنید؟ شما در مقابلش ارتش سرکوبتون رو به میدان بیارید یا تحویل میدید مالکیت رو؟ یعنی این نقطه ای هست که در یک انقلاب اجتماعی ما باید به این پاسخ بدیم، به این جز سوسیالیسم و عبور از سرمایه‌داری پاسخ خواهد. البته شروط داره، شکل تشکل‌های مستقل سراسری، پیوند این تشکل‌ها با هم، ایجاد پیوند جنبش‌های با هم، تابع یک بار و من نمیدونم این صدا مربوط به منه یا نه، همه اینها بار و وضعیتی رو بر دوش طبقه کارگر کمونیست ها گذاشته بیش از نیروهای دیگر، که این بار سنگین رو در این جاده که صاف نیست ولی بسترهای واقعیش رو خود ارتجاع حکومت سرمایه‌دار ایران فراهم کرده به پیش ببره. ببخشید از پرسانی، البته این بس که گفتم پرسش شما بسیار زمینه داره که در حوزه های مختلف باز میشه که واقعا وقتش نیست و جاشم نیست. ممنون رفیق حسن از جواب سوالی که دادید. رفیق عادل، رفیق حسن در رابطه با اینکه پایه‌ترین مسائلی که برای وقوع یک آلترناتیو سوسیالیستی در جامعه چه مسائلی میتونه تأثیر مستقیم داشته باشه، روی مبارزات طبقه کارگر صحبت کرد و همچنین صحبت کرد که ما باید یه پروژه یا سازماندهی قوی داشته باشیم برای یه سازماندهی طبقه کارگر و یه سری مسائل دیگه. شما در این رابطه چطور فکر میکنی برای اینکه طبقه کارگر بتونه در این جنبش ظاهر بشه به شکل قوی و سازمان یافته؟
خیلی ممنون. بدون اینکه تمایل این رو داشته باشم که بحث رو خیلی نظری بکنم، ولی چند جمله‌ای در مورد اینکه اصلا سوسیالیسم رو در چه کنتکست تاریخی باید نگاه بکنیم و کجا قابل اجرا هست بگم، و بعدا بگم که چرا جامعه ایران در این قالب می گنجه و میتونه به این اجازه بدید در رابطه با اینکه سوسیالیسم به چه شکل اجرا میشه، من بحث کلی تری دارم با هر تمام رفقا. نه برای پاسخ میذاریم برای جواب بعدی. آره برای همین پاسخ به سوال شما لازمه اینو من بگم. ببینید، ما به طور واقعی سه عنصر رو داریم که بتونیم بر اساس اونا بگیم آیا جامعه ایران میتونه این روند رو که ما داریم در مورد صحبت میکنیم طی بکنه یا نه. یکیش جنبه های علمی نظری این قضیه است، یعنی مثل بقیه پدیده های اجتماعی که کسی میخواد به وقوع به پیونده، این نظریه یک تحقیقات، یک تئوری واقع بینانه در مورد این وجود داره که اینو به ما میگه که بله چنین چیزی در جامعه بشری امکان پذیره. ما این رو داریم، منظورم اینه ما این اسلحه رو، این ابزار رو برای اینکه بگیم در جای جامعه ای که پروسه سرمایه داری شدن رو طی کرده سوسیالیسم مرحله بعدیشه، ما یک انبار عظیم از نظریه های علمی در این مورد داریم. من اسم این رو میذارم نظریه سوسیالیزه کردن جامعه سرمایه داری، از مارکس که مهمترینش شروع شده ما این رو داریم. بعد از لحاظ عملی هم تجربه داریم، یعنی عنصر عملی کردن این نظریه، این افکار رو داریم، اونم در انقلاب اکتبر که این به امر واقع تبدیل شد به طور واقعی. این سوسیالیزم عملگراست، این سوسیالیسم عملگرا، این تجربه رو داریم. در مرحله سوم یا عنصر سوم مسئله اینه که آیا در این دوره ما وضعیت این جامعه‌ای که ما داریم در موردش صحبت می‌کنیم با این تجربه و با این نظریه میتونیم این قدم رو ورداریم و جامعه رو به این سطح گذر بدیم. به اصطلاح اونم یه مادیت جامعه است، یعنی وضعیت مادی و واقعی جامعه امروز ایرانه که میشه بهش گفت مادیگرایی سوسیالیستی. اینا در هم تنیده شدن، یعنی نظریه، عملگرایی و واقعیت عینی این دوره زمانی که ما داریم درش صحبت میکنیم. به نظر من در جامعه ایران اگه اینا رو کنار هم بذاریم، این میبینیم که ظرفیت های واقعی برای گذار به جای جامعه سوسیالیستی وجود داره، ولی این کافی نیست برای کمونیستا و سوسیالیستا این بگن این رو و انتظار این رو داشته باشن که جامعه رو متقاعد بکنن. برای اینکه ما جامعه رو بتونیم متقاعد بکنیم، باید بگیم که نیروی اجرای این پروژه تاریخی چه هست. تو طبقه کارگر است. این طبقه کارگر نظرمون اینه که به یه سطح از بلوغ سیاسی آگاهی رسیده یا بالقوه این ظرفیت رو در خودش داره که بتونه این جامعه رو سوق بده به این جامعه، به یک نظام سوسیالیستی. نظام سوسیالیستی ولی یک ساختار عمومی است، یعنی نمیشه سوسیالیسم رو شما فقط در سطح سیاسی یا اقتصادیش یا فرهنگیش اجرا بکنی، هدفتون این باشه و صحبت از نظام بکنی. نظام سوسیالیستی مثل نظام سرمایه داری همه جوانب جامعه رو تغییر میده، ساختارهای اساسی رو دگرگون میکنه. به همین جهت ما باید بگیم این طبقه قرار این پروژه رو پیش ببره دارای انگیزه های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی هست و ظرفیت این رو داره که در همه این عرصه ها این جامعه رو متغیر بکنه. من دخالت میکنم، یه سوال جدید در بحثتون مطرح کردی که کلید تمام بحث هست، اینکه چطور جامعه رو متقاعد کنیم که نیروی اجرایش طبقه کارگری. این یک کار شاغش، اینو به چه شکل؟ خب این همون بحثی که قبلا هم شده، مشروعیت طبقه کارگر شکلی در صحبت‌های رفیع حسن هم بود. طبقه کارگر از طبقه برای خود برای طبقه برای همه جامعه تبدیل بشه. یعنی ببینید، ما وقتی از صحبت از طبقه کارگر و مبارزات طبقه کارگر صحبت میکنیم، میگیم دستمزد نداره، سرکوب میشه، فعالینش دستگیر میشن و به نوعی دارن در مورد مسائل مربوط به خودشون درگیرن.
شاید به همین بیشتر به دلیل ساختار ویژه جامعه ایران، استبداد سیاسی و همه این مسائلی که در وجود داره. ما باید کاری بکنیم این طبقه کارگر، یا ما به عنوان بخشی از فعالین این جنبش عرض میکنم، کاری بکنیم که این طبقه از طبقه صرفاً برای خود، طبقه ای که تلاش میکنه نیازهای طبقاتی خودش صرفاً حل و فصل بشه، برای طبقه ای که میخواد همه جامعه رو از این دردسرهایی که سرمایه داری براش به وجود آورده نجات بده. به این معنی که وقتی معلم، زن، جوان و همه مردم تحت صدم، قشای مختلف ستم دیده این جامعه دارن به یک افق رهایی فکر میکنن، بگن اینو طبقه کارگر تحت پرچم طبقه کارگر میتونن بهش برسن. دخالتگری روزمره در مبارزاتی که برای این مردم تحت صدم اولویت داره از طرف طبقه کارگر یکی از راه های کسب این مشروعیت اجتماعی هست. به نظر من همون در رسیدن به دستاوردهای طبقاتی، مثلا فکر کنی شما طبقه کارگر اعتصاب میکنه، اگه دستاورد خیلی قابل حسی، قابل درک برای مردم بقیه اقشار فرودست جامعه به دست بیاره، اگه در مسیر رسیدن به مطالبات خودش پیشروی قابل درک برای این قشر عظیم فرودست برسه، میبینیم که این راهیست برای اینکه این مردم بهش، این قشرهای مختلف بهش اعتماد پیدا بکنن و از این طریق مشروعیت اجتماعی به دست بیاره. ما نمیخوایم در جامعه ایران صرفاً از طریق اونی که بهش میگن هژمونی صرفاً طبقاتی قدرت رو به طبقه کارگر برسونیم. ما میخوایم از طرف مشروعیت، آگاهی مردم، درک عمیق از ضرورت تاریخی گذار سرمایه داری به سوسیالیسم، این طبقه کارگر این مقبولیت خودش رو به دست بیاره. مقوله هژمونی باید حتما ربط مستقیمی داشته باشه با مشروعیت اجتماعی. اگه نگاه بکنیم، ما میدونیم بعد از انقلاب، اگه به قبلم خیلی برنگردیم، کارگر بودن، طبقه کارگر یه پدیده خوشنام قابل اعتمادی در جامعه ایران هست. کارگر بودن دیگه کسایی نیستن که آدم های بی فرهنگ، نمیدونم نظافت ندارن، نمیدونم عقلشون به هیچی نمیرسه. نگاه جامعه علل عمومی نیست به کارگر. کارگر کسی که زحمت میکشه، جامعه رو اداره میکنه، از لحاظ اقتصادی سرمایه از طرف او داره تولید میشه، ولی خودش از همه اینها محرومه و تسلیم شرایط موجود نمیشه. آدم های صادق و شریفی هستن. میگم این زمینه رو درست کرده که این پروسه تکامل جامعه بشری رو، اونی که گفتم جنبه نظری داره، همون ماتریالیزم تاریخی، این در میان مردم بتونیم نهادینه بکنیم، بگیم چرا طبقه کارگر نه در بر صرف شریف بودنشون، زحمت کش بودنشون، بلکه به دلیل اینکه در ساختار تولید این نظام جایگاهی دارن که اونها هستن میتونن اون روند تاریخی رو اجرا بکنن. همونی که ما میگیم گذار از فئودالیسم به سرمایه داری، یک قشر، یک طبقه تونستن این رو به واقعیت تبدیل بکنن. وقتی داریم در مورد سوسیالیست هم صحبت میکنیم، باید بگیم نیروی اجرای این پروژه تاریخی طبقه کارگر هست و این مشروعیت از طریق، به نظر من خیلی مختصر به سوال شما پاسخ بدم، اینه که دخالتگر باشه طبقه کارگر، همه مشکلات جامعه رو از آن خودش بدونه و از طبقه برای خود بیرون بیاد و طبقه برای همه جامعه بشه. این جمله رو فقط بگم، این خیلی درسته میگن این ضرورت اجتماعی همه جامعه است که سرنوشت طبقه کارگر رو تعیین میکنه و نه الزاماً سرنوشت خود طبقه. یعنی جامعه به حدی رسیده که احتیاج به تغییر و تحولات اساسی داره. اونجاست که حضور و ظهور طبقه کارگر به عنوان نیروی متغیر اجتماعی ضرورت پیدا میکنه و امکان پذیرم میشه. بنابراین در جامعه ایران این وضعیت عمومی جامعه است که به حدی رسیده، بحرانی به حدی شده که میطلبه که طبقه کارگر این نقش تاریخی خودش رو ایفا بکنه. این رو باید به زبانی که جامعه میتونه بگیره بیانش بکنیم و جنبه های عملیش رو روشن‌تر بکنیم. خیلی ممنون رفیق عادل. من همین سوال رو از شما هم دارم، دوست دارم شما هم روی این مسئله توضیح بدید، ولی سوال اصلیم اینه، همونطور که خودتونم مطرح کردید، دست سرمایه رو از
مردم کوتاه کنیم، سر مردم کوتاه کنیم، این به چه شکل میشه؟ یه مقدار روی این صحبت کنید، روی همین بحث هم من دوست دارم نظر شما را هم بپرسم. صحبت هایی که رفقای عزیز کردن کلیه برای هر جامعه‌ای که امروز در دنیا وجود داره و سرمایه داری درش حاکمه، خب این صحبت ها را میشه کرد. ولی صحبت خاص ما امروز در مورد جامعه ایرانه که وارد یک دوره انقلابی شده. این یکی، یعنی وارد یک دوره انقلابی شده معنیش اینه که به دلیل تناقضات سرمایه داری که زیر حاکمیت یک رژیم اسلامی هست، یک بحران مرکبی به وجود اومده، از یعنی انباشته شده ظرف این چهار دهه گذشته، که منجر شده به اینکه الان توده های وسیعی از کارگران، معلمان و غیره به میدون اومدن و میخوان این وضعیت رو عوض کنن. این وضعیت رو عوض کنن، قدم اولش سرنگونی جمهوری اسلامیه. یعنی ما صحبت از سوسیالیسم میکنیم، ولی یکی از ملزومات رفتن به سوی سوسیالیسم سرنگونی جمهوری اسلامیه. و این سرنگونی جمهوری اسلامی الان در دستور روز جامعه است. در حالی که این به طور مثال این مسئله رو برای فرض کنید جامعه سوئد یا جامعه فرانسه ممکنه به این ترتیب نمیشه گفت. صحبت از جامعه ایرانه که وارد یک دوره انقلابی شده و معلومه که این جامعه نه فقط طبقه کارگر، توده های وسیع، مردمی که زیر ستم و استثمار سرمایه داری هستن، میخوان این وضعیت رو عوض کنن و قدم اول سرنگونی جمهوری اسلامی. یعنی یکی از ملزومات رفتن به سوی سوسیالیسم اینه. بحث اینه که آیا کمونیست ها اجازه میدن که فقط جمهوری اسلامی سرنگون بشه یا و بعد دوباره همین وضعیت سرمایه داری ادامه پیدا بکنه؟ جواب ما منفیه به این مسئله. ما میگیم کمونیست ها و پیشروان طبقه کارگر از این شرایط استفاده میکنن، سرنگونی جمهوری اسلامی رو مبدل میکنن به یک عبوری از مناسبات سرمایه دار. این امکان پذیره. چرا؟ برای اینکه در جامعه ایران نه تنها طبقه کارگر وجود داره مثل همه بقیه جاها، در جامعه ایران یه درجه ای از تحزب طبقاتی کمونیستی و آگاهی کمونیستی وجود داره که میشه روش امیدوار بود، که یعنی منظورم اینه نسبت به فرض کنید 40 سال قبل، الان جامعه ایران داره یک کمونیسمیه که اولا این کمونیسم متعلق به طبقه کارگر، برنامه داره، استراتژی داره، هدفش فقط سرنگونی جمهوری اسلامی نیست، بلکه فراتر از سرنگونی جمهوری اسلامی رفتن به طرف قدرت سیاسی، و بدون تصرف قدرت سیاسی امکان پذیر نیست صحبت کردن از سوسیالیسم. خیلی ها این صحبت ها رو میکنن، میشه به سوسیالیسم رسید بدون اینکه دست به قدرت برد. این غیر قابل قبوله. در واقع در هیچ جای از دنیا، در هیچ جامعه، مادام شما طبقه کارگر و کمونیست ها قدرت رو نگیرند، قدم به طرف سوسیالیسم برداشته نمیشه. این منوط به درجه آگاهی نیست، منوط به آمادگی صف کمونیست ها و طبقه کارگر برای کسب قدرت سیاسی. بعد از اون خب بله، این صف چقدر آمادگی داره در حال حاضر؟ به نظر من کاملا آمادگی داره. یعنی ما الان نشانه هاش همین وضعیتی که در جامعه وجود داره. وقتی جامعه میره پایین که رژیمی رو که اونجا حاکمه به زیر بکشه، وقت بهترین به اصطلاح شانس یا بهترین موقعیت مادی، آگاهی، سازمانی وجود داره. برای اینکه ببینید کمونیستا یا طبقه کارگر اینجوری نیست جمهوری اسلامی سرنگون بشه بعد منتظر باشه تا یک دوره از آگاهگری جلو بره. سرنگونی جمهوری اسلامی معنیش اینه که شما میتونید همون موقع قدرت رو به دست بگیرید، یا اگر اون موقع هم قدرت به دست شما نیومد، همچنان که در مثلا فرض کنید فوریه 1917 اتفاق افتاد، وقت کمونیست ها بگن ما هیچ حکومت دیگه، هیچ رژیم دیگه سرمایه داری رو قبول نداریم و پافشاری میکنیم برای عبور از این مرحله سرنگونی جمهوری اسلامی و تداوم انقلاب.
انقلاب مداوم یک کانسپت، یک مفهوم کلیدیه در مسئله تئوری انقلاب مارکسی که از همون انقلابات 1848 در واقع تثبیت شده و بعد در انقلاب اکتبر تجربه شده، به این معنی که شما در جامعه‌ای که طبقه کارگرش به میدون اومده و میخواد اون رژیم رو سرنگون کنه، به دلیل اینکه طبقه کارگر وجود داره و در درون طبقه کارگر کمونیست‌ها وجود دارند، به این دلیل میتونید اون انقلاب، اون سرنگونی، اون رژیم رو ادامه بدید تا سرنگونی، تا به قدرت رسیدن سوسیالیسم یا انقلاب سوسیالیستی. و بعد از اون البته خب یک دوره لازمه برای اینکه این قدرت تثبیت بشه، برای اینکه مقاومت بورژوازی در هم شکسته بشه، برای اینکه تو اون بیانیه کنفرانس استکهلم به درجات این مسائل روشن شده. ماشین دولتی سرکوب رو باید در هم بشکنی و اقدامات دیگری، تا این جامعه آمادگی پیدا میکنه برای اینکه اقدامات اقتصادی سوسیالیستی رو انجام بده. و این به نظر من مسئله مهمیه، برای اینکه اگه انقلاب سیاسی، اگه سرنگونی جمهوری اسلامی منجر به قدرت سیاسی کارگری و سوسیالیستی نشه و این قدرت تثبیت نشه و این اقدامات اقتصادی که منجر به لغو کار مزدی و درآوردن جامعه از زیر سلطه سرمایه داری نشه، وقت صحبت از سوسیالیسم فقط میشه فقط تبلیغات. ولی اینها همه عملیه، برای اینکه ما تجارب زیادی رو از انقلاب اکتبر و از شکست انقلاب اکتبر داریم. ما وقتی میگیم سوسیالیسم یعنی که کار مزدی نمونه، نه اینکه مثل دوره استالین کار مزدی همچنان برقرار باشه. استاخانوف رو بیارن بگن روزی 18 ساعت باید کار بکنی، خب این که نشد سوسیالیسم. یعنی همه این تجارب به نظر من به ما کمک میکنه، به کمونیستا، که با دید روشن و اینکه آگاهی در میان طبقه کارگر از قبل از هر چیز از بین پیشروان طبقه کارگر جاری میشه. و اینجوری نیست که فقط از طریق پخش آگاهی میشه به سوسیالیسم رسید، از طریق اقدامات سیاسی معین. شما وقتی قدرت سیاسی رو بگیرید، یا خود دوره انقلابی، هم به قول مارکس هم به قول لنین، دوره انقلابی دوره‌ایه که هر روزش به اندازه 10 سال کارگران و پیشروان کارگری درش آگاه میشن. در چه اینجوری نیست آگاهگری یا آگاهی یابی طبقه کارگر مثل 10 سال گذشته باشه. ممکنه ظرف 1 سال 2 سال به اندازه کل 40 سال گذشته این آگاهی پخش بشه و آگاهی فرع بر پراتیک و بر قدرت عملی طبقه کارگر برعکس نیست. یعنی شما اینجوری نیست اول آگاهی پیدا کنی بعد بری اقدام انقلابی یا اقدام اقتصادی بکنی، درست برعکسشه. همه انقلابات از ابتدا از فرو ریختن اون چیزی که وجود داره، همچنان که مارکس انگلز در ایدئولوژی آلمانی گفتن، اصلا کمونیسم یعنی فرو ریختن اون، برچیدن اون چیزی که وجود داره، به این معنی نه اون چیزی که پارسال وجود داره، وجود داشته، چیزی که امروز وجود داره، چیزی که فردا وجود داره، اون رو باید در هم بریزی تا بتونی بنای یک جامعه رو که مبتنی بر لغو کار مزدی باشه. سوسیالیسم جز لغو کار مزدی هیچ معنی دیگه ای نداره. اگه اجازه بدی، ممنون رفیق فاتح. رفیق حسن، من سوالمو از شما باز شروع میکنم. اینکه برای یک جامعه سوسیالیستی مسائلی که باید اجرا بشه، برای اجرای جامعه سوسیالیستی چه اقداماتی باید بشه؟ شما از نظر شما این اقدامات چه کدام باید باشن؟ متشکرم، ولی از شما اجازه میخوام پیش از این بحث بعدی، اون بحثی رو که تر شد به رفیق عزیزم فاتح پولش و رفیق آدمم حرف زدن، یک زاویه هایی دارن که بدون روشن شدن اون وارد نمیشیم. اولا که برای که سوء تفاهم نشه دوستان در نقطه رو عرض میکنم، مسئله سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی از پایین امری بوده در این پرسش شخص شما رفیق عزیز، بدیهی به همین دلیل شما وارد اون نشدید و بلا فاصله مشخصات و
پایین ترین عناصر تقویم سوسیالیسم رو ترک کردیم. بنابراین اینجا هیچ کدام ما که اینجا هم شما که پرسشگر هستید و هم سه عزیزی که دو عزیز دیگری که با من توی میز گرد هستن بر سر سرنگونی انقلابی رژیم به عنوان شرط مقدم بحثی نداریم. دوم، ما سازمان ما به انقلاب دو مرحله‌ای به هیچ وجه اعتقاد نداره و مطلقا با اون مرزبندی در انقلاب مداوم امری نیست که امروز به وجود آمده باشه. او را سوسیال دموکراسی و لایه‌های مختلف سوسیال دموکراسی طرح می‌کنند تا امر تحقق سوسیالیسم رو به روز قیامت واگذار کنند. ما معتقدیم برای در مسیر سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی همزمان بایستی ماشین دولتی این رژیم که سرمایه داری است به تمام انواع تکرار دارم میکنم، چون تو گفتگوی قبلی هم نرا گفتم یه ذره به نظر احتمالا رفقا دقت لازم رو نداشتن که اونجا تأکید کردم که تمام عناصر نهادهای فرهنگی امنیتی اقتصادی اون رژیم کهن را آنجوری که مارکس میگه باید در هم بشکنه، ولی همون مارکس و انگلس در مانیفست کمونیست صحبت از حاکمیت اکثریت عظیم برای اکثریت عظیم میکنه. معنای لفظ چیه؟ معنای این حرف میرسش که فقط ادهی کمونیست، لایه ای از کمونیست ها و بخشی از پیشوار کارگری کافی نیست شما این گردونه بزرگ رو به کار ببرید. دو، با سوت بلبلی این نیروی عظیم حرکت پیدا نمیکنه، بلکه تلاش وظیفه ما چیه؟ چرا اصلا با اکتبر ما نقد اکتبر اساس ما چیه؟ نقد اکتبر اساس نقد ما این است که یک حزب دولتی اونجا از پس پیروزی انقلاب اکتبر شکل گرفته که در دوره استالین البته به غلو آمیزترین شکلی ادامه پیدا کرده، اون که حزب به جای طبقه قدرت را مصادره کرده، دفتر سیاسی به جای حزب قدرت را مصادره کرده و یک دبیر اول حلم آخر را زده. یعنی همجور که رفیق ما فاتح عزیز گفت طبقه کارگر اونجا خودش لغو کار بستی که نبوده چی، بلکه ابزار سیاسی قدرت حاکمه، طبقه نه طبقه حاکمه، قدرت سیاسی مسلط شد و این فاجعه اونجا پیش آمد. ما این اگر این درسه، ما نمیتونیم بدون تلاش و مبارزه برای خودساز، تکرار میکنم زیر صداقت، با تلاش و مبارزه برای خودسازمانیابی کارگران و مزدوق بگیران و اکثریت عظیم متحدین طبقه کارگر و برآمد اونها از مبارزات اتحادیه به مبارزات به احزاب، چون به احزاب توده‌ای و احزاب کارگری و با در ساختارهای شورایی، در ساختارهای جامعه مدنی از طریق شورا در پیوند با این، یعنی یک گرهگاه‌های پیش در پیش است که اگر او رو وارد نکنیم میتونه همون سرنوشت انقلابات شکست خورده قرن بیستم سوسیالیستی نصیب در واقع انقلابات سوسیالیسم قرن 21 بشه. بنابراین ما نمیتونیم فکر کنیم که با ولونتاریسم و با اراده ما میتونیم بر همه چیز محقق بشیم. 100% با رفیق فاتح عزیز موافقم که در یک برآمد بزرگ انقلابی تحول آگاهی و کارگران و همه مردمان 10 ساله میتونه درست کنند که راحت تهیه 10 ساله تهیه کنند، به سرعت جابجا خواهد شد. در این قضیه تردید نیست و برای توی پایه ها رو به وجود بیاری نیازمند است با یک عریق ریزی به قول فاکنر سختر روی. به همین سادگی نیست. چرا حالا ما معتقدیم که در واقع این ممکنه؟ به این دلیل مشخص ممکنه که ما تلاش میکنیم، یعنی نه ما، اگه این سازمان یا اون سازمان، تمام نیروی چپ و کمونیست تلاش میکنه که جنبش کار اتحادیه‌ای و سندیکایی رو که بر سر مطالبات جاریش رو حرکت میکنه، اگر باز حرف مارکس نه حرف ایکس و ایگرگ، که طبقه کارگر در روند مبارزات روزانهش بر سر مطالباتش گام به گام نسبت به واقعیت طبقاتیش به عنوان یک در واقع اشراف پیدا میکنه و دو، دشمن اصلیش رو که نظام سرمایه‌داری است در واقع پیدا میکنه، سه،
به این میرسه که بدون لغو کار مزدی قادر نیست هیچ سطحی حتی از امنیت زندگی و رفاهی را هم تامین کنه. خب این شرایط آیا در ایران ممکنه؟ از نظر من آری. چرا ممکنه؟ برای اینکه حرکت های اجتماعی اکنون نشان داده که مردم دو چیزی رو صفر میخوان. یک، نمیخوان. یک، نظام سرمایه‌داری دینی جمهوری اسلامی و هر نوع حکومت دینی. دو، اساساً از طریق ساختار یک رژیم انگلی سرمایه‌داری ویژگی جمعینه در ایران که پیش از این که بر شاید هم فاتح عزیز بر همین دلیل چکیه کرد گفت ویژه است و از این دوال من باش توافق دارم که بر سر رانت نفتی و چپاولگری و غارت و بهره و مالیه این رژیم سرمایه‌داری فربه شده، نه از طریق تولید و باز تولید و گسترش در واقع تولید. این رژیم یک حکومت سرمایه‌داری نوع انگلی ساخته. این امری است که اکثریت نیروی کار و زحمت بهش رسیده. رفیع حسن جمله به تمام کن. بله. در مقابل این ویژگی که اینها رسیدن، شما دشمنانی دارید که سوار بر همین موج شدن و خواهان هستن که اینا رو چیز بکنن، اینا رو بیران کنن و مسیرهاش رو منعرف کنن. به همین دلیل برای اینکه انقلاب سیاسی به یک انقلاب اجتماعی در ایران فرا بروگه، شما بدون هیچ قید و شرطی نیاز دارید بدون وقفه در تلاش برای خودسازمانیابی کارگران و مزدوق به ایران و در اون آمده را از توش قدرت سیاسی از دل او در بیاد، نه از دل اینکه من گرایش رو میشناسم که توی این جمع نیست، میگه حزبش هست، نیروی پلتفرمش هم هست، شعار ما رو مردم میدن، حالا آماده هستیم که ما بیایم جای قدرت سیاسی رو بگیریم. من با این نگاه که اندکی البته حرف من هم بذاره کاریکاتور کردم، با این نگاه کاریکاتوریزی شده اصلا توافق ندارم و کاملا با اون مرزبندی دارم و از این زاویه به این قضیه نزدیکم که ما باید اکثریت عظیم رو بسیج کنیم زیر هژمونی طبقه کارگر، همونجور که رفیق عادل گفت، از طریق گرفتن مشروعیت از اکثریت عظیم. این اون نقطه ایست که تو میتونی پاتو یه جای صفر بزنی. این یک حقیقت تاریخی است که امروزه این فرصت پاگو داشتن بر این جای صفر ممکنه و ضروری هم است. رفقای عزیز، وقت برنامه ما تموم شد متاسفانه، ولی بحثمون ناتمامه و ما نمیتونیم بحثا به این شکل تموم کنیم چون باید جواب سوالات داده بشه و به همین دلیل برنامه این هفته ما تموم میکنیم. ادامه این برنامه رو به هفته آینده موکول میکنیم. هفته آینده ادامه این بحثا رو خواهیم داشت با هر سه رفیق. ممنون که تا این لحظه با ما بودید و ممنون از شما رفقای عزیز که تا این لحظه با ما بودید. شبها و روزهای خوبی را براتون آرزو دارم. بدرود.